به ادامه برنامه خوش آمدین دوستای عزیز و امیدوار هستم این بخش را بیننده باشین. بخش دکتر شما هست و دکتر تمکین ایوبی امان متخصص نسایی ولادی و التراساوند با ما هستن و در رابطه با تغذیه مادران باردار صحبت میکنن. دکتر صاحب خوش آمدین در برنامه و صحبتتون بخیر. سلام خدمت شما شبانه جان، شمله جان، همکارای محترمتون و تمام بینندگان تلویزیون شما. ډیره مننه دکتر صاحب. را به خپل موضوع ته چې هغه میرمن چې باردار دی یا حمل لري، دوی د خپل د بارداری په دوران کې باید څه ډول خوړو څخه ګټه واخلي؟ کیدای شي تاسو په دې اړه په سر کې معلومات ورکړئ. سلامت اوسئ شمله جان. بارداری په خپل یو دوره ده، یا څه فیزیولوژیک دی، یعنی نارمل دوره دی، اما کیدای شي کله کله مرضی سی. په دې معنا چې زمون برنامه نن په دغه چې تغذیه مادران دی بنان موندسي، وای کله چې مادران درست تغذیه نسی یا درست د میوه‌جات، سبزیجات یا حبوبات استفاده اونه که دغه دوره په مرضی کې دی سی، دغه لپاره چې دم ستونزې پیدا کیږي هم ځان ته هم ماشوم ته. بنان ډیر مهم دوره دی او ډیر تغذیه دغه میندو ته ډیر مهم دی. دقیقا دکتر صاحب، دوران بارداری هم یک دوران خیلی حساس هست و میشه که شما یادآور شوین دکتر صاحب که در این مرحله، در این دوران مادران عزیز باید چگونه تغذیه داشته باشن و همچنان چی نکات را باید در نظر بگیرن؟ شبانه جان، قند در مجموع ما گفتم پیشترم که دوره بارداری یک دوره بسیار مهم است. تغذیه باید طبق یک تقسیم اوقات یا طبق یک برنامه باید صورت بگیره برای نزد مادران باردار. البته نه اضافه زایی کنن در بعضی از خوراکا، مثلا بعضا بسیار خوراکا اضافه میگیرن از قبیل روغن، از قبیل شیرینی های زیاد، از قبیل چاکلیت و کاکاو، مثلا در هر چیز افراط میکنن که باعث خدا نکنه بعضا باعث اضافه وزن پیش خودشان، پیش طفلشان و حتی بعضا باعث سقط ها میشه. برای اینکه در مجموع اگر فشارشان بلند بره، هم یک زمینه را مساعد میسازه بر سرد، یا شکرشان بلند بره خدای نخواسته، یا کلسترول خونشان بلند بره، اینا خودش از یک تغذیه نامنظم پیدا میشه. اگر تغذیهشون منظم باشه ان شاءالله که همه ای با رفع میشه. یعنی باید تعادل را در نظر بگیرن. ما هم شایدش هستیم که همیشه خانم های باردار را دیدیم که به دلیل که بتونن یک تغذیه خیلی خوب در دوران حملشان داشته باشن، البته از غذاها و همچنان میوه های خشک مغزی که اینا بیشتر اضافه استفاده میکنن، باعث میشه که طفلشان اضافه وزن و یعنی تولد چه و این هم به صحت طفلشان خیلی مضر هسته. بله 100%. به خاطر از امی باید گفته شوه، چون امی فعلا رسانه ها داریم، ما شکر رسانه های تصویری اگر نام گرفته شما، من بعضن من نمیگم، بعضن وقتی که میگن مثلا اگر میگن اینقدر حبوبات میگیرن، اینقدر با گرام گرام میگن، یعنی مشخصا گرام گرام باید برشان یادآور شون، یادآور شون مثلا چی بگیرن، مثلا ترکاری باب هر چی میتونن بگیرن، میوه‌جات هر چی میتونن بگیرن، حبوبات هر چی میتونن بگیرن، چیزایی که نمیگیرن هم گفته شون که مثلا من امروز میگم بس شمای باردار در خصوصا در ماهای اول نمیتونن از پنیر نرم استفاده کنن یا کمتر استفاده کنن. بنابر چی؟ دلیلش چی است؟ دلیلش که پنیرایی که نرم است اینا درست پاستوریزه نیستن. اینا متوجه شدین و این خاطر اینا نمیتونن بگیرن. بعضی مایی ها که اینا، یعنی مایی های ما داریم که درست از بزن از کامپوتاش استفاده میکنن، کریم کامپوتا تاریخش تری میباشه، باید که در پشتش معلوم است نشته است که اینا باید چی چیزا دارن، ترکیب خراب می داشته باشن، اینا هم بزن شده میتونه باعث سقط شوه. که در مجموع در فامیلای ما شما هم گفته شده که مایی نگیرین. مایی به کدام دلیل نگیرین؟ به این دلیل نگیرین که کانسرشان نگیرین بلان و بعضن مایی هایی که کونه است، یعنی باید دقیق شان که کدام مایی رو استفاده کنن، در حالی که برای خانم باردار ضروری است که باید مایی بگیره تازه را در مجموع. دکتر صاحب، یوش مرکسان چه دید د برداری په وخت کې لوبو نه جوس نه دغه شانو نه ډیره ګټه اخلي؟ چې دغه وخت کې ما ډیره اوریدلم دی اوریدلم دی یوش مر، یعنی زخه د ټولو نه حقیقتونه دی باید بیان شي، چې بیا کله چې دغه د دوی د ماشوم اوبه ډیریږي چې دا دوی ته بیا وروسته زیان رسی نه رسی کیدای شي تاسو شامل جان؟ هو اولیګو هایدرامینوز هم دغسې دي چې که اوبه یې کم و د ډاکټر له نظره باید هغه ته که ویلی سوی دي چې حتماً باید مایعات ډیر بوخي، که جوس دي، که شیدې دي، که اوبه دي، هر شی دي، که چای دي، هر شی دي،
که دغه سی نارمل و باید دهت نزیات استفاده ونه کی دغه د پاره دی بیا او به دیریگی او دی بیا هغه ماشوم چې دی په بطن کې دی هغه ته بیا زیان رسی. او خپل کده چې ډاکټر سه وایي چې مور ته یم زیان رسیږي او کنه سره د دې ماشوم خوراک کله چې خوراک ډیر سي حتما مور ته اول زیان رسی دغه پاره مې هم دی ویل چې د فشار جګی چاغی دیتا پیدا کیگی دیتا که دایسی چه دستی یه رقم دروندوالی دیتا پیدا کیگی کنه چه دروندوالی پیدا کیگی حتما دیدی تعادل هم پر هم خوری بدا پر هم مرد زیان رسی هم دیدی ماشوند. بسیار خوب و دکتر صاحب از یه یادوار شوین که یک مادر در دوران حملش خب معمولا ما در حالت نرمال بدن ما در ویتامین ها و کلسیم ها ضرورت داره ولی مشخصا برای خانم های باردار یعنی بیشتر کدام ویتامین ها را ضرورت دارن در یعنی باید استفاده بکنن در حالی که هستن بعضی از خانم های حامله که در دوران حملشان یعنی بعضی غذاها سرشان بد میخورن یعنی گاهن شیرینی بد میخوره و گاهن ترشی و تندی سرشان بد میخوره میشه که از این بگوین که کدام ویتامین ها را بیشتر ضرورت داره. شبانه جان یک خانم باردار در مجموع خانم و دختر خانم ها یک مرض بسیار مرض هم گفتن نمیتونیم تقریبا یک چیز نرمال شده پیشون که کمخونی بسیار زیاد در افغانستان مروج شده. در قدم اول یک خانم باردار کم خون می باشه بعد از او کمبود کلسیم ویتامین دی پروتین ها همش اینا دست به دست هم میتن و یک مادر اگر دچار از این موضوعات شوه بنان یک مشکل برشان ایجاد میشه با اون خاطر ما باید از همه چیز استفاده کنیم ما واضح میگم سبزیجاتی که رنگ بسیار تیره دارن مثلا گشنیج است کاوز سبزیجات نیش پیاز است گندنه است که اتفاقا در واسه فامیلا گفته میشه که گندنه نخو برد بسیار نقص داره نوش پیاز نخو برد بسیار نقص داره حتی گشنیج نگی بسیار نقص داره گیاه همش فواید بسیار خاص خود داره و در میوه‌جات رنگ های بسیار تیره زرد و نارنجی که داره نارنجی بسیار تیره مثلا زردک بسیار زیاد فایده داره کینو مالتا در مجموع سیب خو یک چیز است که همو یک اصطلاح عامیانه ما داریم به تمام میوه‌جات میوه‌جات وقتی که داخل بدن میشه یعنی به او بدن سلامی میده اما قلب بر سیب سلامی میده یک اصطلاح ما داریم همیشه به خاطر که اگر روزانه ما از یک دونه سیب با پوستش البته شسته استفاده کنیم هیچ وقت با دکتر مقابل نمیشیم اگر از کس از دکتر بد میفره میتونه یک دونه سیب بگیره و دیگه در پالوش حبوبات نخات ماش لوبیا اینا از جمله بهترین حبوبات است خب شاید بعضی چیزای فراموش میشه لبنیات شیر ماست پنیر اما خوردن چه رقم است شبانه جان ما نمیتونیم همش روی دسترخوان بریم یک جای نوش جان کنیم میتونیم یک روز شیر آبره یک روز میتونیم شیر استفاده کنیم روز بعدیش پنیر استفاده کنیم روز بعدش مسکه استفاده کنیم روز بعدش قیماق به دلیل که بتونیم اون ویتامین های کم بدن ما را بله بله نمیتونیم همیشه یک جایی و یک خانم بردار مثلا حداقل هر روز میتونه دو دانه تخم جوش داده اتفاقا در فامیلای ما شما مروج است که باید تخم نیم بند یا نیم رو استفاده کنن کاملا اشتباه اصلا هیچ فواید خود نداره در پلیزی که فواید خود نداره ضررای خودم داره درست هضم نمیشه میده نمیتونه او را درست هضم کنه بنان تخم جوش داده برای خانم باردار و حتی دختر خانم حتی یک فرد بسیار عادی میتونه آقایان هم استفاده کنند که بسیار فایده خوب داره او دکتر سبیاش مرمرمنی دی چه دوی دیده برداری با وقت که یعنی معمولا زن تا دیر زیاد پام که دخوی او لازمی کرده خدای لحد ندیر بله. مثلا همه ایش دقیقه که ما خواره چی دوی خوری یا هر سه چی دوی استفاده که دیده سره سره بیا نگرزی یعنی همه ایش با خپل جای بندی کینی او آی چه باید زی سراحت و کما دی ترتیا لرم بیا و روز تا دی دوی تا سمر زیان رسی یا دی دوی مشوم بندی سمر فشار رزی بخپل پا دی میرمنی بندی شامل جان دسی دیر خب خبره دی وی دی ویلی زمای او مریض و رغل نام خدا دیر شاقه و او دای باردارمو ولی دی دی پایواز بودی ویل چه دی چی خوری بیا کار نکی حتی زن تا یا نفر خدمت هم خستی دی ولی بله آن فعالیت نداشت ولی ویدزی چی خورم خب بیا باید دای ما تا گتا و رسوی کزی چی کار بکم دای پدی نظر وش کزی کار بکم دای طولش زخستیم دی مصرف کی انرژی مصرفی او دی غلط خبره و فشار جگ و کلسترول دیر لوار و او مقصد دیر مشکلات در لود اول باری هم و او داسی خبره خود دیر خرابه دی زنی چی سرای استفاده که حتی شپیل خواه که غواش خوری که هر شای چی خوری باید سلور ساعت هم مخوری
سلو ساعت بعد ورست به بیدستی یو که سهار صبحانه خوری که غرمه تا دودی خوری دای باید حداقل نیم ساعت دای با وگرزی دقیقه پارا چقدر چایان چه دای خورلی دی سم پا صفا هزم سی او تقسیمات دستی آمیانه بایم سم پا درستی باوسی احردیر خواه او دکتر سب بیا دقیقه کلش دوی دقیقه سی او عمل تر سره که یمیش خواره خوری او استراحت که دا روز تا دی تا چکل دیده ماشوم نره ترازی دا ولادت وقت که دی تا که مستونزه نپیخی حتما حتما مستونزه زان تا پیدا که اول دمیده تکلیف دی تا پیدا که بیا دقیقه ماشوم تا ما دویل جه که ماشوم پا نس که دا دیر چاغی هغې ته پیدا سي یو چاغي دي چې نارمل دي او یو چاغي دي چې د دې د خوراک دپاره اغزن بیا د ولادت په وخت کې حتما دې ته مشکلات پیدا کیږي خدای نخواسته کاندید سي په سیزاریان کې خو په سیزاریان هم داسې غیر نارمل نه دي که ځینې ښځې راځي ځان په خپله قصدي سیزاریان کوي داسې نه دي که به مرضي باندې بیا سیزاریان سي دې ته ډېر توان نه کوي چې خدای نخواسته کیداسې ولادت په وخت کې د رپچر باور کې خدای نخواسته یا د فشار جکسي یا خدای نخواسته کله کله د دې د کوچنۍ د داسې دي چې خدای نخواسته کوچنۍ د دنیا نه ځي دغه دپاره چې دی ډېر چاغه دي او نارمل نه دي حتما کوم مشکلات لري ستونزې دې ته پیدا کیږي ډېره مننه ډاکټر صاحب واقعا هم ښو نکاتو ته مې اشاره وکړه په دې هیله چې مېرمنې هم دغه نکات په خپل پام کې ونیسي او له دې نه وروسته ډېر سرعت ونه کوي بلکې وګرځي او خپل کارونه هم ترسره کړي او تر څو صحتمنده پاتې شي ډېره مننه ډاکټر سلامت باشین سپاس از حضور شما همچنان حال هم میان برنامه خیلی کوتاه و در ادامه با ما همراه باشید.